اوس هم بلنه ورکو سپیڅلی او نامتو شخصیت ښاغلی ډاکټر صاحب فائز د هرات د پوهنتون رئیس ته چې دریز مختراسي او خپل عالمانه وینا ګرانو حاضرینو ته وړاندې کړي. د جناب استاد تر اتک پورې نارې تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بإجازة جناب محترم شيخ الحديث مولانا صاحب صالح، علماء اعلام، هيئة رهبري پوهنتون محترم حلقياس، هيئة محترم رهبري پوهنتون هرات، استادان نهایت عزیز و محصلین گرانارج، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر. ابتدا جا داره که تشکر بکنم از پوهنتون محترم القیاس، پوهنتون هرات یعنی پوهنزه محترم شهریات که امروز شاهد برگزاری همچون یک کنفرانس بسیار عمده و مهم که او عبارت از تجلای وسطیت اسلام در مذهب حنیفی می باشه، همه ما و شما قرار داریم و تشکر میکنم از همه عزیزایی که این کنفرانس برگزار کردن. دوستای نهایت عزیز، اگر ما به کشور عزیز خود و به خصوص به وزارت تحصیلات عالی افغانستان نگاه بکنین، خوشبختانه در طی چند سال گذشته و به خصوص در طی 20 سال یا 19 سال گذشته ما شاهد رشد کمی در تحصیلات عالی افغانستان بودیم. تعداد پوهنتون ها و محیط های اکادمیک افغانستان از چندین پوهنتون یعنی از 9 پوهنتون و هیچ پوهنتون خصوصی که قبلا وجود نداشت، امروز ما با 38 پوهنتون دولتی و بیش از 140 پوهنتون خصوصی در این کشور قرار داریم که خوشبختانه از لحاظ رشد کمی تحصیلات عالی افغانستان همانند دیگر وزارتخانه ها و سکتورها رشد کمی خوب و قابل درخور بوده. اما زمانی که بر رشد کیفی نهادهای تحصیلی افغانستان نظر اندازی میشه، جای سوالات زیادی به وجود میاد که ما پوهنتون‌هایی که امروز در افغانستان قرار دارند و یا عرضه اندام کردند چی جایگاه و چی مسئولیت ها و چی وجایب و چی گام های برای تغییرات عمده در افغانستان برداشتن که او تغییرات میتونه تغییرات اقتصادی باشه، او تغییرات میتونه تغییرات اجتماعی باشه، او تغییرات میتونه تغییرات فرهنگی باشه. سوال بزرگی هست که آیا ما توانستیم در این عرصه ها قدم های مؤثر برداریم؟ خب به یقین که میبینین هنوز مشکلات عدیده در این کشور وجود داره که یک بخش بسیار عمده از او مربوط به تحصیلات و خانواده تحصیلات عالی افغانستان هسته. اما خوشبختانه اخیراً وزارت محترم تحصیلات عالی با همو دیدگاه های بسیار عمیق و ژرف‌نگرانه خود قدم های عملی برای بهبود وضعیت و تغییر کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان برداشته است که او عبارت از بازنگری نصابهای تحصیلات عالی، تأسیس پوهنتونها و یا تغییر پوهنتونها من حیث پوهنتونهای بسیار استراتژیک و مبرم، اینها حرفهایی بوده و کارهایی بوده، بهبود تضمین کیفیت در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان، اینها قدم های بسیار متینی بوده که وزارت تحصیلات عالی افغانستان برداشته و امروز دیدگاه های بسیار ژرف‌نگرانه و دیدگاه های بسیار عمیق نسبت به محیط های اکادمیک صورت میگیره و پوهنتون ها و نهادهای اکادمیک افغانستان همه از اونها در یک سطح و در یک دیدگاه استراتژیک قرار نداره. دیدگاه ها متفاوت هسته. پوهنتون ها نظر به موقعیت
نظر به اهداف و نظر به امکانات خود امروز از همدیگر متفاوت هستند. یکی از پوهنتون‌های بسیار عمده و استراتژیکی که در حوزه ثقافت اسلامی و در دیدگاه مسائل اسلامی و مسائل عقیدتی و باورها به او نظر اندازی میشه، پوهنتون محترم الغیاث در حوزه غرب افغانستان هسته. این پوهنتون میتونه من حیث یک پوهنتون مادر در رشته تحصیلات عالی اسلامی که مختص و اختصاص داده شده برای تحصیلات عالی اسلامی، این میتونه یک جایگاه، یک نبوغ و یک تأثیر به سزای داشته باشه که امروز خوشبختانه این تأثیر و این نبوغ و این توانایی ها در برگزاری همچو یک کنفرانس ما مشاهده میکنیم. و پوهنتون هرات من حیث یک پوهنتون منطقی و من حیث یک پوهنتون حوزه‌ای در حوزه غرب افغانستان مکلفیت داره، مسئولیت داره و وجایب خود فکر میکنه که تمام زمینه های همکاری، همیاری و بالاخره قدم برداشتن برای بهبود وضعیت کیفیتی پوهنتون‌ها باید قدم‌های اساسی بر بداره و این قدم‌های اساسی هر روز برداشته میشه که باز هم ما امروز یکی از قدم‌های اساسی که پوهنتون هرات برداشته در پهلوی مسائل همکاری در بهبود وضعیت تضمین کیفیت نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ما، همکاری پوهنزه محترم شرعیات ما با پوهنتون محترم الغیاث در برگزاری همین کنفرانس هسته که من تشکر میکنم از هر دو نهاد، هم پوهنتون هرات و هم پوهنتون محترم الغیاث. اما دوستای عزیز ما، رسالت این پوهنتون ها در تغییرات اجتماعی چی هست؟ اگر ما بیاییم عمیق‌تر فکر بکنیم، واقع بینانه‌تر فکر بکنیم و کمی تعمق کنیم، ما بیشتر متوجه میشیم که در کشور عزیز ما افغانستان متاسفانه جنگ 40 ساله تنها اقتصاد را از ما نگرفت، تنها اولادها و جگرگوشه های ما را از ما نگرفت، تنها باعث خرابی شهرها، خرابی روستاها و از بین رفتن مال و مواشی، از بین رفتن زیربناها و از بین رفتن سرمایه ها نشد. آنچه که این جنگ 40 ساله تأثیرات بسیار منفی بر ما داشت، بحث مسائل تغییر مفکوره ها هم بود. دوستان نهایت عزیز، جنگ ها در پهلوی تمام مظالمی که دارن گاهی اوقات مفیدیت های هم داره. ما نباید تنها در جنگ ها دید منفی نگاه بکنیم. در افغانستان مهاجرت ها صورت گرفت، یک تعداد زیادی از مردم این وطن مهاجر شدند در زمان جنگ و در زمان تجاوز و در زمان اشغال افغانستان. زمانی که این مهاجرت ها صورت گرفت، بعد از برگشت این مهاجرت ها اندیشه های نو و مفکوره های نوی هم وارد این وطن شد. از او جایی که ما در طول جنگ 40 ساله خصوصا در زمان جهاد همه افراد، سیاسیون، علما، فرهنگیان و همه کسایی که در بحث مسائل تغییر اندیشه‌ای کار میکردن متوجه یک نقطه شده بودند و او نقطه، نقطه جهاد افغانستان بود و باید هم میشدن. اگر شاعر ما بود، شعر در وصف جهاد میگفت. اگر نویسنده ما بود، در وصف جهاد می نوشت. اگر سیاسیون ما بود، در بحث مسائل جهاد و سیاست جهادی فکر میکرد. اگر عالم ما بود، در طی چندین سال در منبر از جهاد میگفت و از اهمیت جهاد میگفت و از مردم را تشویق میکردند تا در این جهاد مقدس شرکت بکنند و این وظیفه اینا بود و این وجیبه بود. اما بعد از تحولات اخیر متاسفانه ما متوجه یک نکته نشدیم و اون نکته، نکته ورود اندیشه ها بود.
از کشورهای زیاده مردمان چی داخلی و چی خارجی با این وطن مراجعت کردن آمدن و همه ما و شما شاهد هستیم. اما من بچه افغانی که در مصر رفتم درس خواندم، من بچه افغانی که در عربستان رفتم درس خواندم، من بچه افغانی که در پاکستان درس خواندم، من بچه افغانی که در ایران درس خواندم، تولد شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و برگشتم. این جنگ 40 ساله 40 سال ما را از هویت ما، از فرهنگ ما، از تاریخ ما و از گذشته ما دور نگاه داشت. ما هیچ نوع وصلی با گذشته خود نداریم. یگانه کسانی که می 40 ساله به 40 سال قبل وصل میده او شما علمای اعلام و شما مستفیده هستین. شما نقطه وصل ما هستین که ما را با گذشته ما وصل میده. اینجا هست که در 4 بخش مسئولیت ها بسیار خطیر شد. این 4 بخش کدام بخش ها هستن؟ وزارت تحصیلات عالی هسته، وزارت معارف هسته، وزارت اطلاعات و فرهنگ هسته، وزارت حج و اوقاف هسته. این 4 سکتور، این 4 عرصه یا این 4 بخش بسیار دقیق و استراتژیک باید فکر میکردن و بسیار باید کار میکردن. در سرتاج یا همو شاه یا کلان این 4 بخش وزارت حج و اوقاف یعنی علمای اعلام افغانستان میدن. شما نه تنها که وجهه رهبران دینی دارین، شما بر اساس کلتور و فرهنگ و بر اساس باورهای ما شما من حیث رهبرانی هستین که میتونین با یک حرف یک ملت را شما متغیر بسازین. من که رئیس پانتون هستم در یک جا داخل میشم تا پدرم که یک عالم دین هست و او در او مجلس داخل میشه، من تفاوت ها رو میبینم که از فرش تا عرش هست و من قبول دارم. میفهمم که علما چی جایگاه و چی نقشه در کشوری که 100% مردم از او مسلمان هستن و پابند به دین مبارک اسلام هستن و به خاطر دین مبارک اسلام چی قربانی ها و چی از خودگذری ها که از خود ندادم، چی شهامت ها که به خرج ندادم. اینجا هست که نقش شما علما بسیار برجسته میشه. دوم، وزارت محترم معارف هست که نسل آینده وطن تربیت میکنه. سوم، وزارت تحصیلات عالی هست که رهبران این وطن تربیت میکنه و تولید میکنه و به جامعه تقدیم میکنه. و وزارت اطلاعات و فرهنگ که تلیعدار و پرچمدار هویت و فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی ملت هستند. اینها باید دوشا دوش همدگر در این چند سال باید متحدانه و بسیار دقیق باید کار میکردن که این معضلات امروزی که به وجود داره اینا باید وجود نمیداشت. ما در یک مرحله گذار از جنگ بودیم. ما کشور پس از جنگ هستیم. در مرحله گذار چیزی که بسیار عمده و مهم هسته آشفتگی ها هسته. تکنولوژی به این وطن وارد شد. امروز تلویزیون هسته. امروز انترنت هسته. امروز سیستم های دیجیتالی هسته. امروز بحث های مسائل موبایل های هوشمند هسته. امروز بحث ها و مفکوره های ربات هسته. این علم هسته و این اسلام هم اجازه داده و مستطعتم بالقوه. وقتی که گفته میشه چی هسته؟ برمه مسلمان هیچ وقت منع نشده که من کمپیوتر یاد نگیرم، بلکه تأکید شده و حتی از من سوال میشه که اگر من علم نافعی داشته باشم و نتونم ازور به جامعه اسلامی تقدیم بکنم، خداوند جل جلاله در روز حشر از من سوال میکنه که چرا تو یاد داشتی و چرا یاد نگرفتی و او را انتقال ندادی. میشه پرسان یا نمیشه؟ در پهلوی تمام مسائل اسلامی، احکام اسلامی که بر من فرض هسته، انتقال علم، کسب دانش برای من فرض گندنی شده. پس در اینجا هسته که ما نمیتونیم از تکنولوژی ها جلوگیری بکنیم.
اما آنچه که ما میتونیم انجام بده این هست که تکنولوژی به صورت درست از این استفاده میشه. این هست و زمانی که ما این چهار سکتور یا این چهار بخش اگر توجهات عمیق بر جامعه نکنند، جامعه جوانی که یک فصل ایجاد شده، یک جدایی افتاده، بر گذشته خود بیگانه شده، بر هویت خود این اندازه معلومات نداره، بخوایم نخوایم او سرخورده میشه، او آشفته میشه و این آشفتگی اجتماعی امروز زاده عدم توجه ما و عدم سیاست های استراتژیک بوده. امروز آشفتگی اجتماعی به وجود آمده. آشفتگی های اجتماعی باعث بروز مشکلات میشه. دوستای عزیزم، امروز وظیفه تمام نهادهای اکادمیک هسته، تمام پوهنتون ها هسته که برای بهبود وضعیت و برای مهار آشفتگی اجتماعی امروزی که مرحله گذار از جنگ و مرحله گذار از یک حالت به حالت دیگه هسته، باید سر از این بسیار فکر بکنن و این را باید به شکل درست و اساسی از اون رهبری بکنن. یکی از راه هایی که ما بسیار مسئول می سازه او علمای علام هستند. وحدت، هم نظری و همگامی، همیاری، هم مفکوری از این. به خاطر از این که نه شما رهبران دینی هستین، بلکه شما رهبران این جامعه هستین. هر حرکت شما سرمشقی هست برای من جوان. هر حرف شما یک دنیا هست برای من. آنچه که ما از اعمال شما میبینیم، آنچه که ما از کردار شما میبینیم، این از او حرکت میکنه. چون بر ما فرض هسته. شما رهبران دینی هسته. آنچه که شما میگین مطابق به سنت و مطابق به قرآن کریم هسته. پس بر ما فرض هسته که من از شما بیاموزم. در اینجا هسته که در همچو یک وقت، در همچو یک موضوع، چیزی که بسیار مهم هست در پهلوی سه سکتور دیگه وحدت علمای علام هست. ما بارها گفتم هر تغییری در این وطن، هر بهبودی در این وطن و هر صلحی در این وطن در دروازه مساجد هست. همه ما باید به مساجد مراجعه بکنیم، همه ما باید به علما مراجعه بکنیم، همه ما علما سرمشق خود قرار بدیم. این هست که در اینجا مسئولیت خطیر متوجه علما میشه که علما چی چیزی، چی یک بسته و چی یک پکیجی برای بهبود وضعیت اجتماعی، برای جوانا، برای جامعه و برای بهبود وضعیت تقدیم میکنند. او بسته و او پکیج به دست شما هسته. شما هستیم که تقدیم میکنیم. اما اگر یک عده بر این بسته موافق باشند و یک عده بر این بسته مخالف باشند، این خود از این باز آشفتگی ها دوچند می سازد. چیزی که جناب شیخ الحدیث سب سب فرمودن. این بسیار عمده و مهم است. اجتهاد گپ خوب است. اجتهاد مجادله نیست. اجتهاد انفصال نیست. گفتگو باعث دوری نمیشه. گفتگوها باعث کنار آمدن ها میشه. ما آرزو دارم که پاهمدون محترم الغیاث، پاهمزه محترم شرعیات ما، تمام مدارس دینی ما با یک اتکا و یک وحدت نظر، چی شیعه هستن، چی سنی هستن، مکاتب، مدارس، تکایا، مساجد، پوهنتون ها، همه باید دور هم جمع بشین و یک پکیج خوبی برای بیرون شدن از آشفتگی اجتماعی و برای کنترل ای آشفتگی اجتماعی و برای آینده و فرداهای بهتری وطن باید ما تقدیم بکنیم به نسل جدیدی که امروز اونا من حیث مستمعین در مقابل ما نشسته هستند و آنچه که ما بر اونها میگوییم اونها بر اساس گفته های ما عمل میکنند که او محصلین و طلاب ما هستند. اگر خدای نخواسته در بین ما اختلاف بود، در بین ما مشاجره بود، ای باز خود آشفتگی منجر به دوچنه شدن آشفتگی میشه. امروز آشفتگی اقتصادی ای وطن را تهدید میکنه. دوستای عزیزم، آشفتگی فرهنگی یکی از دغدغه های کسایی هستند که سر از این موضوعات فکر میکنن. آشفتگی های علمی یکی از بس هایی هست که امروز ما سر از این فکر میکنن. اما آشفتگی دینی باید وجود نداشته باشه.
باید همه ما بر گذشته خود وصل بشیم، بر گذشته خود بیاندیشیم و چیزی که جناب صالح صاحب گفتن، می که پدرم خود بودم که می دیدم صبح مادرم که به نماز بیدار میشه پدرم چای میگذاره، تا مادرم نماز سنت میخونه پدرم جار جمع میکنه. امروز ما با این ریش تراشیده و با این درشی حقوق زن از افعال و کردار پدر ملای خود یاد گرفتم. امروز کسایی که میگن زن حق داره یا حق نداره، ما 36 سال پیش ما حقوق مادر خود برگردن پدر خود دیدم. ما بفهمیدم که پدر ما چی قسم از حقوق زن مراعات میکنه و دفاع میکنه و ما هم همون قسم تربیه شدم. ما هم همون قسم تربیه شدم. چی برای ما گفته شه، چی نگفته شه. ای بوده که چه کار شده؟ آنچه که ما یاد گرفتم از پدر خود یاد گرفتم و آنچه که پدر ما یاد گرفت از پدر و استاد یاد گرفت. ای هسته که نقش علما، نقش مشایخین، نقش کسایی که مردم بر اونها باور دارن و احترام دارن در اینجا برازنده میشه. و امروز خوشحال هستم که علمای عزیز ما، علمای علام ما امروز دور هم جمع شدن و بحث مسائل وسط گرایی که نه افراد است و نه تفرید، هر دو زاده هم دیگر هستن. افراد تفرید به وجود میاره و تفرید افراد به وجود میاره. آنچه که میتونه که از افراد جلوگیری بکنه و آنچه که میتونه از تفرید جلوگیری بکنه، او بحث بحث مسائل وسطیت و بحث بحث مسائل اعتدال هسته. او چیزی هسته که هم ریشه در فرهنگ ما، هم ریشه در باور ما و هم ریشه در عقاید ما داره. پس ای هسته که ما میتونیم اگر خواسته باشیم از این وضعیت بیرون بشیم، باید واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو باشه و راه جز چنگ زدن بر اسمان خداوند که او عبارت از قرآن کریم هسته و حرکت مطابق به افعال و کردار رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم هست. ای هسته که ما رو میتونه از همه آشفتگی ها نجات بده و او کسایی که میتونن اینها رو برای ما خوبتر و بهتر بیاموزونن، اونا شما هستین، شما علما هستین. یک بار دیگه من تشکر میکنم برای همه شما عزیزان. اوج اجازه دارین از خداوند متعال آرزو دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای تکبیر اعتدال او میان روی د اسلام د سپیڅلی دین یول ډیرو سترو ځانګړتیاو څخه ده. د منځګړتوب وړانګې د فقها او د لارښوونو او د احنافو په تعلیماتو کې داسې ځلانده ده چې تر اوسه ډیرو مسلمانانو خپل کړنې د دې فقهي مذهب پر بنا باندې ترسره کوي. سپاس و امتنان از فاضل دانشمند دکتر صاحب فائز رئیس پوهنتون هرات که با سخنان زیبای خیش زینت افزای بزم من شدند. و در این بخش از محفل از استاد عالی قدر الحاج مولوی صاحب کبابیانی معاونیت دارالعلوم عالی قیاسیه تقاضامندیم تا به جایگاه تشریف آورده و سخنان ارزنده خیش را ایراد نمایند. تا آمدن این استاد عالی قدر صلوات قرائی بر محمد و آل و اصحاب محمد. اللهم صل علی محمد. الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحاب الذين قاموا بنصرة الدين القويم. قال الله تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. معذر همه بزرگواران و دوستان عالی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما من باب تذکر به خدمت عزیزان کلمات چند دیر پیرامون این که
دین مبین اسلام نسبت به همه ادیان شیوه معتدل و متوسط داره. توسط و میانه‌روی دین اسلام نسبت به همه ادیان برتری خاص داره. پیروان دین مبین اسلام نمانند یهود که تنها جنبه مادیت را در نظر داشتند، همیشه جسم را می پروراندند، به فکر پرورش روح نبودند. مردم مسلمان هم این حالت را ندارند و هم مانند نصارا و عابدان و راهبان نصارا نیستند که تنها جنبه روحانیت پرورش بدن و مسئله جسم و صحت وجود در نظر نگیرن، اشیای حلالی که خدا بر اونا حلال ساخته رو به خود حرام قرار دن. مردم مسلمان نه مثل جبریونن که انسان موجود بی اختیار و جماد تصور کنن، و نمثل منکران قدرن که خود را مستقل از همه کار بدانند و بدون اراده و مشیت خداوند اونها بگویند ما هر کاری کرده میتونیم، بلکه اینها میگویند خالق افعال خداست، کاسب افعال بشر است. به اعتباری که بشر یک فعل را کسب میکنه، اگر عمل نیک باشه سزاوار مزد و حسنه، و اگر عمل بد باشه مستحق جزا میشه. درباره وسطیت دین مبین اسلام که به آیه مبارکه خدمت عزیزان تلاوت شد، در تفسیر مظهری می نویسته که هرچند کلمه وسط میان دو شعر می گن، به اینجا منظور نیست که این وسطی که در اینجا ذکر شده میان آغاز و پایان باشه، بلکه وسط به معنای امو خصلت های پسندیده، خصلت هایی که طبیعت سالم هم اور میپسنده، آسانگیری، روش بین افراد و تفرید. کنتم به ای آی مبارکه که میفرمایه که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی امت میان رو، امت بین افراد و تفرید، امتی که به سهولت ها، به آسانکاری ها، به ترحم و شفقت ها نظر دارن. چرا در دین مبین اسلام دشواری و سختی وجود نداره؟ خداوند میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین اسلام تنگی و سختی و حرج وجود نداره. لذا پیرو دین از دشوار سازی ها و کارهایی که به مشکل ایجاد میکنه پرهیز میکنن. اگر در مسائل دین بنگرین، آسانی های دین را به چشم سر مشاهده میکنیم. دین مبین اسلام 5 رکن مستحکم داره. یک رکن اعتقادیه که کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله به یک مرتبه فرض است. دیگر هر چی بگوییم نفل و عبادت و ذکر است. 4 بنای عملی که هست، یک نماز است. میبینیم آسانی در بخش نماز تا چی حدی. اول یک نفر میخواه وضو بگیره، اگر آب نباشه شریعت اسلام به او تیمم مشروع ساخته، عوض آب تیمم میکن. میخواه نماز بخونه، اگر در مسجد نباشه به هر جای میتونه نماز در بخونه. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد هم روی زمین. یکی از خصوصیت های دین مبین اسلام اینه که نماز به هر جا روایه. این دیگه آسانی. آسانی دیگری که در نماز علنا مشاهده میکنیم، یک انسان ناتوان استاد شده نمیتونه، مگر نشسته نماز بخونه. نشسته نمیتونه به اشاره نماز بخونه. اگر عالم نیست تا زمانی که چیزی یاد میگیره حرکات نماز در انجام بده، دفع مسئولیته. اینطور مکلف نساخته که یاد داری و نداری همین کار را باید حتما اجرا کنی.
میبینین وقتی که نفر به سفر میره شریعت اسلام بزو لطف کرده نماز از دور کوتاه ساخته دور کد میخونه چاروکت دور کد اینا همه سهولت هایی که در دین مبین اسلامه. در باب روزه میبینین که در یک سال یک ماه روزه فرض است، او هم برای انسانی که مریض مسافر تکلیفی داره به او اجازه داده شده، رخصت داده شده که روزی خور بخوره. اگر صحت یاب شد امید صحت داشت قضا میاره و الا فیده خواهد داد. پیر که ناتوانه بر او روزه حتمی نیست. کسی که مال و ثروت نداره رکن دیگر که زکات بر او فرض نیست، ادای حج بر او فرض نیست. اینا همه مسائلیه که نشان دهنده اینه که الدین و یسرم، دین آسانیست. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دین یسر گفتن، در قرآن عظیم هم آمده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند به شما اراده آسانی داره نه اراده دشواری. اگر انسان بر خود خودی دشوار میسازه ملامت خود از اوست. حدیث مشهور و معروفیه که در بخاری و مسلم آمده که سرعت از اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم پشت خانه مبارک آمدن و از عبادت شبانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم جستجو کردن. وقتی که عبادت مبارک صلی الله علیه و سلم به ایشان گفته شد به نظر آنها کم آمد. به خود جرأت ندادن که بگم چرا پیغمبر کم نماز خونده یا کم عبادت کرده. گفتن ما کجا و پیغمبر کجا. پیغمبر خداوند گناه گذشته و آینده از او عفو و بخشش کرده، ما باید عبادت بیشتر بکنیم. یکی گفت تمام شب ما نمیخوابم، همیشه نماز میخونم، تمام شب تا صبح بیدار مینشینم. یکی گفت تمام ایام روزه میگیرم، هیچ گاهی قطع نمیکنم. یکی گفت ازدواج نمیکنم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که جریان شنیدن برآمدن، به اینا گفتن شما بدین که همچنین سخنانی گفتین. اونا گفتن بله، مبارک فرمودن قسم به خدا ما شما هم عالم تر و هم پرهیزگارتر، ما چنین کاری نمیکنو که همه شبار بیدار باشم، قسمت هر عبادت میکنو قسمت هر میخوابم. جنس وجود انسان بر انسان حق داره، هم جنس انسان بر او حق داره. بعد لحظه به کنار خانم هم بخوابه، جسم از هم راحت به کار داره. در روزها اگر تمام روز روزه داشته باشه، میمانه داشته باشه، الهیه که در جسم خود ستم کرده میمانه بنشینه بگه تو غذا بخور من روزه دارم، هم مروت گفته نمیشه. همچنین فرمودن که من نکاح هم میکنم، کسی که فمن رغب عنی فلیس منی، کسی که از شیوه و رفتار من روگردانی کنه او از طریق و شیوه من بیرونه. پس اینا همه یه نشان میده که انسان دین اسلام، پیروان اسلام روح متدلی دارن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن این دین یسر، دین صاحب آسانی است. یا به طور مبالغه گفتم میتونیم دین یک توده احکام بسیار آسان و سهلیه. مثل از اینکه مبالغتن یک انسان عادل نگیم، عدل بگیم، زیدون عدلون بگوییم. دین کاملا آسانی و محبوب ترین دین در حدیث بخاری آمده که همون روش ستوده که مائل به حق و آسان. ما برای از این که هم وقت دیر شروع شد، هم صحبت دوستان و استادان به حد کافی گفته شد، من نمیخوام توضیحات زیاد بودم، کوتاه بریده هر جا کلمه میگویم. از جمله کارهای سهل و آسانی که توسط خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم ظاهر شد وقتی که به مدینه منوره رفتن، برای سهولت مردم عقد اخوت بین مهاجرین و انصار بستن که یک سهولت عظیمی بود. از یک طرف مهاجر بی خانمان نمان و از یک طرف انصار صاحب فیض و برکت شد. با مردم یهودی که در اون سرزمین بودن با پیمان عدم تعرض جان از اونا، مال از اونا، اما نوی عقیدتی از اونا سالم ماند. یک وسعت نظر در دین مبین اسلام و یک تسامحی بود. در زمانی که
فتح مکه پیش رو قرار گرفت در جریان شبی که اصحاب کرام با نبی کریم صلی الله علیه و سلم گرد و گرد مکه گرفتن، که ابو سفیان با کسانی به او سرزمین رسید و لشکر اسلام بزرگ ارائه شد، سعد ابن عباده به شکل تهدید به کفار میگه الیوم یوم الملحمه، امروز روز جنگ و کشتار و خونریزی است. وقتی که خبر به نبی کریم صلی الله علیه و سلم میرسه میفرمایند نخیر، الیوم یوم الملحمه، امروز روز مهربانی و گذشت است، نه روز قتل و قتال و کشتار. دمی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد کعبه میشن، اونجا نماز ادا میکنن، وقت برآمدن دو دست مبارک به جناح دروازه کعبه گرفته، میبینن که مردمی که مبارک مجنون گفتن، کاهن گفتن، ساحر گفتن، به فکر قتل نشدن، بالاخره سبب اخراج اینا از مدینه شدن، همه گردنهای کج سرنگون پریشان به اونجا نشسته هم. به اونا میگن شما چی فکر میکنید؟ ما درباره شما چی اجراعات خواهد کردم؟ مردم بایی که خجالت زده هم، پریشان هم، شخص ملامت همیشه سرنگونه، باز هم میگن تو شخص کریمی و از نسل مردم با کرامت، از تو با کرامت تر انتظار داری. مبارک میگن ایز هبو فانتو مطلقا، برین همش موضوع. اینها نمونه های اندکیه از سهولت هایی که در دین مبین اسلام قرار داره. ما بیشتر گپای گفتنی داشتم و نمیگویم، فقط به یک کلمه دیگه میخوام خدمت عزیزان به عرض برسانم که او اینه که در صحبت های گذشته تماس گرفته شد که اجتهاد کار خوبیه، منتها مناقشه بعد است. من عرض دارم که اجتهاد امر شرعیه، فاعتبروا یا ولی الابصار گفته، عقلا و نقلا اجتهاد باید باشه، یک مسئله نامعلوم به مسئله معلوم. علما میفرمایند که اصول فقه کتاب الله و سنت رسول الله و اجماع امت، قیاسی که مستنبد از اصول ثلاثه باشه، صرف نمیشه که هر کس به عقل خود یک چیزی بگویه. امروز یک تعداد جوانهای طوری که جناب رئیس صاحب گفتن از خارج میآیند با اندیشه های نو، میگه من از حدیث عمل میکنم، من به گپ علما کاری ندارم، حدیث پیغمبر بالاتره. من به همین ارتباط سخن میگویم که مولانا تپی عثمانی در رسول افتام میگه من یکی از دوستانم و من گفت که من بایی که به شما حرمت دارم و شما طرف عقیده و احترام قرار داریم و به مذهب حنیفی باور دارم، اما به یک مسئله هست که من نی به گفته شما عمل میکنم نی به گفته مذهب حنیفی، من به حدیث عمل میکنم. حضرت امام تقی میگه به او گفتم که کدام مسئله؟ گفت نبی کریم صلی الله علیه و سلم در نقض وضو گفتن که صوتر بشنویم یا بوی باده که خارج میشه رو درک کنیم. شما علما میگیم همین که بفهمید که از او باد خارج شد وضوی میشکنه، حدیث میگه تا بویر نفهمیدیم، تا صدایر نشنیدی وضوی تو نمیشکن. حضرت امام تقی میگه برادر عزیز، تو میدانی که حدیث به کجا گفته شده؟ این یک مرد وسواسی بود، وسوسه داشت، به گمانی میرسید که از این باد خارج شده، به توهم همیشه گرفتار بود. مبارک صلی الله علیه وسلم، اگر دوستانی که البته نمیخوام راهنمایی داشته باشم، تذکر میدم بخاری شریف که ببینن، خود همین نشان میده که برای دفع وسوسه از او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به او همچو گپر گفتن که این شخص وسوسی بود که صدار بشنوه یا بوری ادراک کنه. مراد از سخنم تیقن حاصل کردن، به یقین رسیدن که واقعا از او باد خارج شده. اگر یقین وضو حاصل نشد، وضوی نشکسته. بعد از او این نفر میگه حالا معنی حدیث همین طوره؟ میگن بله، خویی برای شخصی که وسوسه داشته، کسی که متیقن شد که از او باد خارج شد، او وضوی بشکسته، تو میگی من به حدیث عمل میکنم. گو پس دریغا به حال ما که من یک عمر بی وضو نماز خوندم،
همیشه میفهمیدم که از ما باید خارج میشه، صدا رو نمیشنید و نماز میخوندم. همیشه نماز در خوانده میرفتم و میرفتم. اما حال کسانی که روبرا از یک جای آمدن یا دوی تا کتاب فارسی مطالعه کردن یا شنیدن که اجتهاد کار خوبیه، او میگه من مجتهدم. آخه اجتهاد شرایطی داره، سرفر، نهور، لغتر، اشتقاقر، احادیث ناسخ و منسوخر و هم اصول فقه هر، اصول تفسیر هر، مسائل حدیث هر، درجات حدیث هر، اینا همه باید بدانه. به شرایط که مسائل شد، او وقت حق داره که اجتهاد جزئی در مسائل داشته باشه. بزرگانی که اونها به مقام اجتهاد رسیدن، تمام عمر خود صرف تحقیق و تدقیق امور کردن، اونها وابسته به مسائل دنیا نبودن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیهی حبس قبول کرد، ضربات سلطان وقت در بجان خود پذیروف، نخواست که به مقام قرار بگیره که پادشاه وقت به وسیلی از او ظلم و فساد خوربالی بپوشه، او فساد کنه، خیانت کنه، توسط امام ابو حنیفه فتوا صادر شه، حکم برقرار شه. او تا مردم اجتهاد کردن، او تا مردمی که طوری که جناب مولوستا پیشتر گفتن، ائمه مذاهب او رو به حیث امام و پیشوا میدانن، سزاوار اجتهاد او تر کسانی هم. نیو کسی که چند کتاب فارسی مطالعه کرده میگه من اجتهاد میکنم، اند اجتهادم بکنه نمیتوره که بعد از او خارج شه، بی وضو نماز بخونه، باز وقتی که به روشنی علم و دانش برسه افسوس بگه 20 سالم و 25 سالم نماز خور بی وضو خوندم. لحاظا این کلمه اجتهاد از همه کس سزاوار نیست. کسی سزاوار اجتهاده که لیاقت و اهلیت و شایستگی اجتهاد در او پیدا باشه. و از خداوند پاک جل جلاله تمنا میکنیم که طوری که دین مبین اسلام دین متوسط، در همه امور با ما توفیق میان روی عنایت کنه و از ادعاهای بیمورد و خودخواهی ها و خودپسندی ها و وابستگی ها با سیاست های نامشروع امروز پروردگار ما و شما را به فضل و کرم خود نجات بخشه. و من الله التوفیق، الحمدلله رب العالمین، و العاقبت للمتقین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و على آله و اصحاب اجمعین. اللهم ارنا حقائق الاشیاء کما هی و توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم. تکبیر نری مننه د سپیڅلی او نامتو عالم څخه چې د عالمانه ویناو څخه برخمن شو. به حال در این بخش از محفل از فاضل دانشمند محقق شهیر دیارمان استاد عبدالرؤوف مخلص تقاضا مندیم تا به جایگاه تشریف آورده و با سخنان شیوای خیش زینت افزای بزم من شوند، تا آمدنشان صلوات قرائی بر محمد و آل و اصحاب محمد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمد الشاکرین و الصلاة و السلام على النبی الامین و على آله و صحبه و من اهتدا به هدیه و دعا به دعوته الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و قرآنه العظیم و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل بخلق الله ذالک الدین القیم. و قال النبی صلی الله علیه و سلم تركت فيكم اثنتين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنتي وفي روايه كتاب الله وعترتي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قبل از همه عرض سلام و ادب دارم محضر همه سروران گرامی و زار محترم، علما و اندیشمندان و
فضلا، اساتید محترم پوهنتون، هیئت محترم رهبری های پوهنتون هرات، پوهنتون عالی اسلامی القیاس و سایر پوهنتون های این محیط علم پرور. موضوعی که برای بنده ارجاع کردند، بحث نقش و جایگاه مذهب حنیفی در تدوین قوانین و قواعد اسلامی و فقهی و احکام شرعی است. پیشا پیش برای که از یک دریچه طبیعی به مبحث وارد بشین، ایجاب میکنه که نگاه داشته باشیم به ادوار تشریعی در اسلام. همونطوری که علمای اصول بیان کرده اند، علمای تاریخ، تاریخ فقه به خصوص، تشریع در اسلام 4 مرحله تاریخی را پشت سر گذاشته است که مرحله اول عهد نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست که این مقطع دوران بعثت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را در 2 عهد مکی و مدنی در بر میگیره که در عهد مکی همونطوری که همه شما بزرگان مستحضرید، تمرکز قرآن مکی و تمرکز تشریع پیرامون اساسگذاری مبانی عقیدتی اسلام هست. در عهد نبوی هست که نظام تشریعی عملا بنیانگذاری میشه با تأسیس دولت نبوی و تشریع در حوزه فقه معاملات، فقه مناکحات، فقه عبادات، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی اسلام به وسیله نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه مستقیما از طریق وحی الهی این نظام اساس گذاری میشه و اجتهادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم در چارچوب وحی هست، در زیر شعاع وحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجتهادات فردی هم دارند. ولی عملا از آنجایی که اسلام دین همه تاریخ است، دین همه زمان ها و مکان هاست و ارزش ها و احکام اسلامی برای یک عصر و یک نسل نیامده و آمده تا تمام بستر تاریخ را در حقیقت با تجلیات خود نورانی بگردان الى یوم القیامه، بنابراین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با منهجی که از بارگاه الهی به اونها اعلام شده بود اساس گذار یک شیوه هم شدند که به اصحاب خود گاه و بیگاه مجال میدادند برای اجتهاد. و زمانی که سیدنا معاذ بن جبل به عنوان والی یمن میفرستند، از اون میپرسند که معاذ تو به چی حکم میکنی؟ تو که اونجا میری یک سرزمین مفتوح است، سرزمینی هست که در اونجا تازه به اسلام اینها گرایش پیدا کردن، تو که از مدینه هم دوری، آنچه که داری، دستاوردی که داری، آیاتی که تا فعلا از قرآن کریم به همراه توست، تو چه کار میکنی؟ سیدنا معاذ میفرماید که به کتاب خدا حکم میکنم. فرمودن اگر به کتاب خدا نیافتی، میفرماید به سنت سنیه شما حکم میکنم، رهتوشه به همراه دارم از روش شما، از سنت سنیه شما این رهتوشه را به کار میبندم. و آن حضرت میفرماید که اگر در اونجا نیافتی چه کار میکنی؟ و میفرماید که اجتهد و بدعی، به رأی خود اجتهاد میکنم. به این اولین نقطه اساسگذاری تقنین در عهد نبوت هست که تقنین اجتهاد خود ماشین یا موتور حرکت تقنینه، استنباط و اجتهاد. اساس و تهداب حرکت تقنین اجتهاد احکام است و اجتهاد فقهی است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیدنا معاذ تأیید میکنه و خیلی خوش میشه
نمونه ها موارد دیگه از اجتهاداتی مانند اجتهادات سیدنا علی، سیدنا عمر فاروق و دیگر اصحاب که برای زندگی ها برجستگی های در حوزه فقه و در حوزه علوم قرآن داشتن ما در عهد نبوی سراغ دارد. ولی فرصت اندک، من میخوام که یک نمونه اکتفا میکنم. به عهد دوم میایم که عهد خلفای راشدین هست و عهد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هست. این عهد 90 سال طول میکشه. علما میگن که تا پایان قرن اول هجری ادامه داره و این عهد عهد تفسیر و تحلیل نصوص تقنینی هست و عهد اجتهادات صحابه است. چرا؟ قلمرو دولت اسلامی انکشاف میکنه قضایای مستحدثه و قضایای مستجده و فقه نوازل همه روزه روی میز در حقیقت و روی اجندای حاکمیت اسلامی و خلافت اسلامی هست. میطلبه که اجتهادات فردی باشه و اجتهادات جمعی باشه. اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین عملا بنیانگذار منهج اجتهاد جمعی هستند. سیدنا عمر فاروق رضوان الله تعالی علیه نجوم صحابه را جمع میکردن و از یک یک در مسائل مستحدثه و از قضایای نازله اینها استشاره میطلبیدن و آرای اونها را میگرفتن و اجتهاد جمعی منجر به تقنین، حرکت تقنین و تزئید و توسعه دامنه تشریع در اسلام میگردید. 90 سال کامل فقهای برازنده در میان صحابه که در زمان رسول کریم صلی الله علیه و سلم بودند، اینا برجستگی های خود، توانمندی های خود اینا نشان دادن، تمام ظرفیت خود در خدمت این دین قرار دادن، در خدمت تتمیم و در خدمت تطور این دین قرار دادن که در رأس خلفای راشدین بودن و سیدنا زید بن ثابت بود و سیدنا ابو موسی اشعری و سیدنا ابی بن کعب و سیدنا عبدالله بن مسعود و سیدنا عبدالله بن عباس و سیدنا حذیفه و سیدنا ابو عبیده و سادات دیگر ما از اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت کرام. اینها تفسیر کردن، تحلیل کردن و ما میاییم به عصر سوم که عصر سادات فقها هست، ائمه فقهای اربعه، حضرات امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمهم الله اجمعی. ما میبینیم که شهرهای جدیدی در مدنیت اسلامی سیدنا عمر فاروق بنیان گذاشتند که یکی بصره است و دیگه کوفه. اینا شهرهایی هستند که در اسلام تأسیس شدند. در دوره قبل از اسلام همچون شهرهای ما در جغرافیای روی زمین ندارد. این دو شهر را گویا که ساختند برای چی؟ برای اینکه دو مرکز پرورش علم و اندیشه و حکمت قرار بگیرد. امکانات وسیع تمدنی در این شهر متمرکز است. علمای کبار، فقهای موسوعی، دایره المعارفی، شخصیت های عظیم، خلافت های اموی و عباسی اینا تشویق میکنن، فضا را آماده میکنن برای انکشاف علم. اوموی ها هرچند متمرکز بودند بر بود سیاسی، ولی عباسی ها در 500 سال حاکمیت خود اینا مدنیت اسلامی را بسیار انکشاف داد. تا دروازه های اروپا هم این مدنیت را ما و شما می دانیم که بردن و در اروپا مستقر ساخت. و اسلام و نهضت اسلامی شاهد یک رنسانس و یک انکشاف بسیار عظیمی بود که انوار علوم و معارف از فضای قرآن کریم و سنت نبوی که زایشگاه و یا زاینده این تمدن هستند، تولید کننده این تمدن هستند، به اقصان نقاط عالم رسید.
به افریقا رسید، در اروپا رسید و در آسیا حاکم شد و ما و شما یه حقایق رمید. با وسعت قلمرو عالم اسلامی قضایای جدید و جدید و جدید پیدا می شود و آرام آرام چهره چهار فقه یا چهار مذهب ساختار ابتدایی یا درفت از اینا به اصطلاح علمی امروز درفت از اینا ساخته شد. طرح اولی اینها پیریزی شد و ما شما میبینیم که هر کدام از این مذاهب در منهج و مشرب فقهی خود پیرو یکی یا چندین نفر از نجوم صحابه هستند. چون بحث ما متمرکز روی فقه حنفی است و شما میبینید که در فقه حنفی امام و پیشوای اجتهادی فقه حنفی در میان صحابه سیدنا عبدالله ابن مسعود رضوان الله تعالی علیه است. بیشتر اجتهادات فقه حنفی مشرب ابن مسعود را دنبال بود. مذاهب دیگه هم به وجود آمدن، لیکن در یک ارزیابی علمی که خود دانشمندا داره این بی‌طرفانه هست و این در مقام انصاف هست که علمای عالم اسلام انصاف دادن به مذهب حنیفی که امام شافعی شاگرد امام مالک بودن ولی در شاگردی به شاگردی اکتفا نکردن، خود اینا بنیانگذار یک مذهب شدن و امام احمد ابن حنبل با شاگرد امام شافعی بودن به شاگردی اکتفا نکردن، خود اینا یک مذهب جدید تأسیس کردن ولی شاگردان حضرت امام اعظم ای کار نکردن، در حالی که مقام علمی امام ابو یوسف و امام محمد ابن حسن شیبانی در فقه و در اجتهاد ای را همه باور دارن، به شمول امام شافعی که در مناقب از اینا سخن گفتن و به شمول امام مالک گفتن، جایگاه از اینا کمتر از این نبود که اینا میتونستن بنیانگذار مذاهب مستقل بشن ولی نشدن و دنبال امام خود رها نکردن و شروع کردن متمرکزانه شروع کردن به توسعه فقه حنفی و فقه حنفی را بسیار وسیع تدوین کردن، مدون ساختن و ما و شما میبینیم مخازن قانون در فقه حنفی منظمتر تدوین شد. مخازن قانون در سه رده‌بندی کتب ظاهر و روایه که اساس مذهب هست و رده‌بندی کتب نادرات یا نوادر و کتب وقایع، در سه رده‌بندی نظام تقنین در فقه حنفی مدون شد و یه اصل اول تقنین در فقه حنفی است. بعد از این اصل اول که این نظام مدون شد، ما وارد عهد تقلید و عهد جمود میشیم. این عهد تقلید و عهد جمود بعد از 250 سال که دوره تدوین و دوره تدوین مذاهب دوام پیدا کرد ادامه داشت و دارد تا کنون، تا اینکه میرسیم به اواخر عهد خلافت عثمانی. در اواخر عهد خلافت عثمانی و همچنان در نظام حاکمیت احناف بر هند از طریق شاهان بابوری که اینها به مذهب حنفی بودن، ما شما میبینید که فتاوای متأخرین تشکیل میشه و فقه حنفی وارد دومین مرحله تقنین خود میشه که اینها وقایع جزئی را در ساختار قانون اینا میارن. امروز علمای قانون همه اتفاق نظر دارن که فتاوای عالمگیریه یک کتاب تقنین قبل از اینکه یک کتاب فتوا باشه، یک معدن از معادن تقنینه. ما تعجب میکنم که چرا تا حال ما همت از این را داشتیم که فتاوای هندیه یا عالمگیریه ما ترجمه بکنیم به زبان فارسی. اگر این ترجمه بشه با توجه به اینکه عالمگیر پادشاه اورنگزیب نجوم علما را جمع کرد و در یک مرکزیت اینا را گرد آورد و به اینا تمام امکانات را هم فراهم کرد و گفت بیاین تمام فتاوا را باید جمع بکنیم برای مردم قانون بساز، و اینا این فتاوا را به عنوان یک بحر مثل یک دریای ایره تنظیم کردن و ایر تنظیم کردن. این در حقیقت یک گشایش جدیدی در عالم اسلام بود
تنظیم همچو فتاوای اوسویه فتاوای هندیه و فتاوای تاتارخانیه بعد از فتاوای و بعد از او فتاوای رد المحتار علامه شامی ابن عابدین اینها فتوح بود برای کل عالم اسلام. به دلیل چی؟ به دلیل این که عملا در خلافت عثمانی ما میبینیم که از طریق خلافت عثمانی نظام تقنین احناف به تمام کشورهای اسلامی رسمی میشه و از جمله در مصر، مصر که مرکز بسیار بزرگ فقاهت و علم و اندیشه است، با داشتن جامعه ازهر به اساس یک حکم رسمی و یک فرمان رسمی از زمان عثمانی ها تا فعلا، در حالی که من در مصر بودم چند سال، مردم مصر اکثریت حنیفی مذهب نیستن، اقلیتی از نخبگان مردم مصر که علما باشن حنیفی هم. اکثریت مردم مصر شافعی مذهب هم و در جنوب مصر اکثریت اینا هم مالکی ها هستن، در سعید مصر میگن مالکی مذهب ها هستن و در دیگه مناطق اینا شافعی مذهب هستن. لیکن نظام رسمی که در محاکم مصر تا فعلا عملی میشه فقه حنفی است. همون اساسی که از زمان عثمانی ها بنیانگذاری شده تا به حال علما به حد احترام دارن به این نظام که ایره بیرون نکردن، رسما در اونجا حاکم. در کشورهای خلیج و در ترکیه و در جاهای دیگه و حتی در کشورهایی که در فقه حنبلی هست، منصفین علما نظام فقه حنیفی را به عنوان یکی از جمله مصادر اصلی تقنین در اسلام و در فقه اسلامی همین فعلا وزن و اعتبار او را درک میکنن و الحمدلله که در عالم اسلام در محیط های علمی تعصب نیست، در محیط های علمی تقابل نیست، تعامله. ما تا زمانی که فرهنگ تقابل تبدیل به فرهنگ تعامل نکنیم ما پیش نمیدیم. تا زمانی که از فرهنگ تعصب ما عبور نکنیم ما به جای نمیرسیم. محیط علم اصلا با عصبیت و تعصبات و تسلبات اصلا میانه خوشی هیچ وقت نداشته. هر جا بحث تعصب و جمود مطرح بشه در اینجا علم انکشاف نمید. بنابراین ما شما میبینیم و ملاحظه میکنیم که خلیفه عثمانی رسما علما را جمع میکنه، در رأس علامه شامی هست، علمای کبار عالم اسلام جمع میکنه و میگه بگیریم عصر جدید تقنین در مذهب حنیفی آغاز بکنیم با تدوین مجلة الاحکام العدلیه که بیشتر از 1850 ماده قانونی داره و برای شروعات هم شروعات زیاد نوشته شد. و علامه قدری باشا باز در کنار مجلة الاحکام العدلیه در چوکات خلافت عثمانی، علامه قدری باشا که یک عالم و فقیه بسیار برازنده است، او کتاب منویسه در 4 بخش به نام مرشد الخیران و او هم بیشتر از 1800 ماده قانونی دار و کتاب دیگری در تقنین فقه احناف تدوین میشه به نام احکام الاحوال الشخصیه که به صورت مدون و مقنن هست. من حقوق فامیل درس میدم، در بعضی از فرانسه های حقوق من از این به عنوان رفرنس اصلی استفاده میکنم. حقیقتا از کتاب احوال شخصیه که در روز زمان تدوین شده به صورت ماده ماده کاملا تقنین. قانون مدنی ما عموما از احوال شخصیه دوران قدری باشا گرفته شد، چون مصری ها از او گرفتن و ما از مصری ها گرفتیم. بنابراین عصر دوم تقنین در فقه حنیفی عثمانی ها در خلافت عثمانی آغاز کردن و ایر دیوبند ادامه داد. نظام دیوبند با تأسیس مجمع قرارات فقهی دیوبند، اینا تلاش کردن که مسائل مستجده و مستعدسر تا حدودی اینا بتونن انکشاف بدن و بتونن این مسیر
و این رسالت را دنبال بکن. و تا فعلا هم با آنکه یک مشکلی که در اونجا هست، دولت هند بعد از سقوط حاکمیت بابوری ها در هند، بعد از اینکه مسلمان ها نقش خود در هند با سقوط حاکمیت سیاسی از دست میدن، ما شما میبینین که اقلیت مسلمان روز به روز تحت فشار. قضایای کشمیر که اخیرا اتفاق افتاد، همه ما شما میدانیم که به خاطر خود کشمیر نیست، به خاطر این هست که اصلا نظام هندویزم فعلی در مصر که در حاکمیت قرار گرفت، حاکمیت فعلی، ای با اصل چلنج تمدنی اسلام مشکل داره و از اینکه مسلمان ها حرف بره گفتن دارن و حتی بسیاری شهرهای که نامای تاریخی اسلام داشته، دولت هند فعلا کوشش کرده با یک پروگرام استعماری نامای هندی رو سر جا بگذاره. جناب رئیس پانتون در اونجا تحصیل کرده، ممکن از ما بیشتر در این راستا معلومات داشته باشه. خیلی از شهرهای تاریخی که در اونجا ما شما میبینید که در پناه امپراتوری اسلامی و شهرها رونق داشت، همین فعلا عمدترین شاهکارهای تمدن هند به شمول قلعه همایون که شما بعضی از دوستان رفتن به هند و قلعه همایون بریم، قلعه همایون یک مهندس هراتی ساخته. اونجی که آدم بره باز ارگ هرات که نگاه میکنه خیال میکنه ارگ هرات مثل یک حجرگاه که در کنار بود. با همه عظمتی که ما برای ارگ تاریخی هرات قائلیم، بسیار ببخشیم جسارت به ارگ هرات نباشه. من شخصا گرفتم، یعنی حقیقتا به قلعه همایون من حیران ماندم به عظمت و این بزرگی که در اونجا 8 سال یک انجینر هراتی در اونجا یک تیمی از انجینرهای هرات برده همون قلعه را ساخته. این تمدن هرات هست، این تاریخ هرات هست که تا کجا نرفت. خب ما شما میبینید در کنار این که قلعه ها را ساختن، قلعه های علمی ساختن، قلعه های فقهی ساختن، قلعه های تقنینی ساختن، قوانین را انکشاف دادن و دیوبند هم دنبالدار همچه رسالت است، هرچند که از توانایی و تجهیزات کافی و امکانات کافی و جرأت و جسارت کافی که حاکمیت باید به علما بده متاسفانه دیوبند برخوردار نیه. حتی در حرکت و در نقل و در تنقل فعلا علمای دیوبند مشکل دارن متاسفانه. طبیعی است که این مسئولیت است که تنها نباید بر شانه های علمای دیوبند ای تکیه بکن و ای باید به همه جای دنیا اسلام از جمله به افغانستان با ای پیشینی که داره، با ای تاریخی که داره و به حمدالله که امروز مراکز علمی در کشور ما، در شهر ما مثل این مرکزی که در ای حضور داریم، آدم وقتی میای ای فضا رو میبینه و ای محیط سبز و کم سبز با فضای طبیعی و هم سبز با وجود علما و فقها و گرامیانی که در اینجا هستن، از همه جد سبز و شگفا است واقعا. انشاءالله ما امیدواریم که از درون این مراکز، از درون این فضاهای سبز باز شگفایی بوجود بیاید، باز انکشاف بیاید، باز تعریفات مثل تعریفی که امروز در پیش روی ماست. از این قبیل دستاوردها ما داشته باشیم. این حرکت فعلا نیازه عزیزان، بسیار نیازه، برای از اینکه دنیا فعلا در عصر دیجیتاله. تکنولوژی نانوست، تکنولوژی نانو و عصر دیجیتال میگن. امروز ما از ژنتیک در دنیا، در بحث ژنتیک یک انقلاب آماده. همه اینها دین ما برای هم از اینها حرف و حدیث داره، سخن داره، ولیکن سخنگو هم باید داشته باشه. خود دین صامته ولی کی به زبان از اون ناطقه؟ علما، فقها، اهل عرفان، اهل فهم و تحقیق و اندیشه. این مسئولیت بر شانه های ماست. به حمدالله که حرکت تقنین فعلا در دنیای اسلام حالت تقنین جماعی رو به خود گرفته. همونطوری که ما در دیوبند یک مرکز بسیار بزرگ داریم، مجمع فقهی داریم که رابطه عالم اسلامی تأسیس کرده به شمول کشورهای، تمام کشورهای اسلامی، حتی
از فقه جعفری هم در اونجا نماینده هست. مجمع فقهی جده مدونات داره، مجله داره در سطح عالم اسلام که اجتهاد جماعی علما رو بازتاب میده، وبسایت داره در اینترنت، مراکز آنلاین داره که تحقیقات علمی از اینجا، از اونجا، از جای دیگر و از هر جای باشه به اونجا بتونه که انعکاس و بازتاب پیدا کنه. افغانستان هم در اون کرسی داره، لکن من باید عالم امیدواری من گفتم باشه جستجو بکنم نماینده افغانستان در مجمع فقهی جده چیست، کیست، ما به مراجعه بکنیم ببینیم که از علمای افغانستان، از فقهای افغانستان که الحمدلله کم هم نیان چی مسائل رونجی نکاس داده. من در رونجی متاسفانه و با یک عالم درک و در رونجی خواندم در کرسی افغانستان وقتی که میرسیم نوشته شاغره بغیل، یعنی خالیست، کرسی افغانستان خالیست. چرا خالیست؟ افغانستان حق داره، افغانستان سهمیه داره، افغانستان امتیاز داره، اون بالاترین مرکز تقنین در عالم اسلام فعلا در اونجا، ولی وقتی صندلی افغانستان در اونجا میبینیم شاغره، خالیست. ولی از اینکه وزیر خارجه ما به فقه و به وزارت خارجه ما به علوم اسلامی و به این حوزه بسیار بسیار عظیم و ارزشی که اعتقادات و باورهای ملت ما بی‌توجهه، همینقدر به خود زحمت نداده که یک نامه نوشته کنه و یکی از علما رو معرفی کنه. این نماینده افغانستانه. وقتی که این مجمع منعقد میشه، سما به سما منعقد میشه، از سر تا سر عالم اسلام میان، در اونجا کرسی خالی نباشه، اون کرسی خالیست. بعد از اون باز میایم به مجمع البحوث الاسلامیه در مصر. مجمع البحوث الاسلامیه، حقیقتا ما هر روز که به درس میرفتیم از کنار این مجمع گذر میکردیم، ما فکر میکردیم که این چی رقم داره. حدود 30-40 طبق یک تعمیر بی سر و پای، در 30-40 طبقه علما و نخبگان مصر در اونجا جمع و 24 ساعت اینا تحقیق علمی میکنند و می نویسند و تقنین دارند و آثار از اینا بازتاب پیدا میکنه در کل دنیا اسلام. امروز که ما کتابخانه ها رو میبینیم که از افکار مصری ها و از عقل مصری به اصطلاح پره، این ساده خونیست، این خواهد بین بازار و کوچه نیست، حاصل همچون مراکزیه. به هر جایی که مسائل به بنبست میخوره، مسائل تقنین به بنبست میخوره، باز مراجعه میکنن به مجمع البحوث الاسلامی که نظر اون مجمع چیست. و من خود شخصا در دیلیزای اون مجمع رفتم به تحقیق علما را از نزدیک مشاهده کردم، آثار علما، وبسایت ها از او در اینترنت و بزرگترین کتابخانه هایی که مصری ها دارن مثل مکتبۃ المصطفی. شما عزیزا وقتی به سرچ بکنیم به اینترنت مکتبۃ المصطفی، به ده ها هزار جلد کتاب در اونجی توسط مصری ها به فرمت پی دی اف در اختیار شما قرار میگیره که قابل بارگذاری یا یا دانلود که میتونیم برای خود بگیریم و بیاریم و از او استفاده و بعد از او مرکز دیگری که قابل یادآوری است در حوزه تقنین به صورت عام که البته یک بخش از من فقه حنیفیه و سایر فقها و سایر مذاهب، باز میتونیم از موسوعة الفقهية الكويتية ما یاد بکنیم که در اونجی نجومی از عالم اسلام دولت کویت جمع کرده و اینا دایرة المعارف فقه و قانون در اسلام و در فقه حنیفی و سایر بخشا اینا می نویسند. و من شخصا به ابرای هیئتی از افغانستان حدود 4 سال قبل تحت رهبری جناب شهرانی سید که وقت معاون رئیس جمهور بودن در سیمیناری، در این سیمیناری از طرف موسوعه فقهی شرکت داشت. من از نزدیک فعالیت های این مرکز بزرگ عالم اسلام در کویت من مشاهده کردم. خب قبلا دوستا اشاره کردند که کنفرانس با تأخیر آغاز شده، وقت زیادی برای صحبت نیست،
و العاقل و یکفیه الاشاره. بنابراین بحث پیرامون قضیه تقنین بسیار بسیار گسترده در حوزه فقه حنیفی، خیلی میشه سخن گفت، ولی آنچه که من میخوام در پایان عنوان یک جنبندی خلاصه بکنم او هست که مسئولیت ما بسیار سنگین، همینطور که قبلا اشاره شد. ما باید محیط تحقیق علمی از خود متطلباتی داره، الفباهای داره، متد داره، راهکار داره، شیوه ها داره. امروز برای علم قواعد متدی که بیشتر وضع شده، پیشرفت علمی در دنیا سبب شده که اگر ما کارهای علمی رو تدوین میکنیم بتونیم از روش های بهتر استفاده بکنیم. خوبه که دو تحول در ما بیایه، یک در نصاب ها، در نصاب ها زمینه برای تحقیق علمی و فضا برای تحقیق علمی، برای نوشتن، برای تألیف، برای ترجمه زمینه و فضا بازتر بشه. و دیگه نخبگان که از محیط های علمی ما، از پوهنتون های ما، از مراکز و حوزه های دینی و علمی ما در همه مذاهب هستند، این نخبگان ما جهت بدیم، این نخبگان را جمع بکنیم، اینها را تشویق بکنیم، بنیادهای تحقیقات علمی و مطالعات اسلامی و مطالعات فقهی بسازیم. مشایخ عظامی که در اینجا حضور دارند، اینا میتونن که یک تکانه ایجاد بکنن، یک راه جدید مثل که تا حالا باز کردن. اینا میتونن که بنیانگذار همچون مراکزی باشن، مراکز تحقیقات اسلامی، مراکز مطالعات اسلامی، مراکز تألیف، مراکز ترجمه. ما در دوره تیموریان در درون چهارمنار بزرگترین مرکز تحقیقات و مطالعات عالم اسلام را داشتیم که از اینجی در زمان مولانا جامی، خاتمة الشعراء و العرفاء و المحققین. ما شما میبینیم که حضرت مولانا که علمدار هم فقه حنیفی بودن، هم عرفان دینی بودن و هم علوم بودن، میبینیم که جهت دادن یه حرکت ره. و ما میبینیم که هرات شاهد یک تمدن بسیار عظیم علمی بود در او زمان و از همین محیط ناشی شد. امروز همون فضا، هرچند در کشور ما هنوز مصیبت زیاد هست، جنگ هست، مشکل هست، حضور نامیمون خارجی هست، حضور نامیمون کسانی است که به اینجا دعوت نشدن و اینا ناخوانده آمدن و با مقدرات این ملت اینا بازی میکن. اینا برن رفع زحمت بکنن، اجازه بدن و فضا را از این بیشتر گلالود نکنن که این ملت با هم دیگر کنار بیاید، صلح و برادری در میان بیاید، همه بیان در کنار هم جمع بشن و بسازن. و سازندگی قبل از همه سازندگی انسان هست و سازندگی انسان هم از درون این مراکز شروع میشه. من در مقام این نیستم که توصیه داشته باشم، همه به عنوان پیشنهاد به محضر بزرگان هست، عنوان پیشنهادات است به محضر بزرگان. انشاءالله که به سمع قبول انشاءالله قرار میگیرد، یقینا اعتماد مندی و ظرفیت فعلا هست. هرات با 4 تا 5 تا پوهنتون و مراکز علمی، با این مدرسه های عظیم و این مراکز علمی، از هرات چشم انتظار ملت مسلمان افغانستان و حتی منطقه، از هرات بیش از دیگر مناطق. و هراتی ها ای رسالت ره و یا هرات نشین ها فرق نمی کن، چون ما کسانی که فعلا در هرات هستن همه هراتی نیستن، هرات نشین هم فرق نمی، از هر جا که هست، از همین ملت هست، جز همین جغرافی ها هست. اینها دست به دست هم بدن و از اینجا انشاءالله زمینه رو مساعد بکنن. پوهنتون هرات هم یقینا کمک میکنه به این فضا و انشاءالله در این جهت ممید خواهد. جزاکم الله خیرا عرایز مندر.
پراکنده بود، هرچند شما شنیدین و خدای متعال به همه اجر عنایت کنه و خدای متعال مجالس و محافل و سیمینارهای علمی از این دست بیشتر رونق و انکشاف بده. ای گردمایی ها و ای حضور منور و مبارک علما و نخبگان علمی در زیر همچو سقف‌های مبارک بیش از این انشاءالله ما شاهد باشیم، بر توفیقات من و شما بیفزاید. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تکبیر.